امیدوارم تا اینجای برنامه از مصاحبه لذت برده باشید. با شهین عزیز هستم، دختر خوشخنده. چطوری؟ قربونتم، مرسی عزیزم. خوبم، مرسی. خودت اول برای بیننده‌ها معرفی کن. من شهین هستم، 31 سالمه، از تورنتو. 4 سالم هستم تورنتو زندگی میکنم. کارم آرایشگریه. الان در خدمت ببخشید من اسمتون یادم هانی جون هستم. خب اوکی، اول خیلی خوب شد ایشون میک اپ آرتیست هستن خودشون، پس خیلی کارتم راحته دیگه. آره. خودت میدونی چه جوری من همه کارمو خودم کردم با جز اینکه موهام برام درست کردم. اوکی، اصلا چرا پرژن بیوتی شرکت کردی؟ من پرژن بیوتی راستشو بخوای همینجوری به خاطر اینکه فقط تو زندگیم یه فانی داشته باشم شرکت کردم، چیز دیگه برام نبوده. خیلی دوست داشتم بدونم واقعا چیزایی که این شرایطی که مثلا دخترها تو این مسابقات شرکت میکنن چجوریه، وگرنه برام مهم نبود که مثلا حتما ببخشید تو این مسابقه اول باشم یا نباشم، فقط جاست فان بوده برام. الان خیلی هپی هستم که اینجا هستم، خیلی خوبه برام. یعنی اینکه از صبح اینجاییم خیلی فان زیادی داشتم و خیلی خوبه برام. اوکی، حالا چرا مسابقه رو جدی میگیری؟ من اصلا مسابقه رو جدی نمیگیرم. پس چرا اینجایی عزیزم؟ فقط اومدیم، خب میگم با بچه‌ها و با شما فقط دور هم باشیم، چون خیلی دوست داشتم که تو این مسابقه مثلا، یعنی دوست داشتم بیشتر توی محیطی باشه که دخترها اومدن. آره، برای یه آره. خیلی دوست داشتم بدونم که مثلا مسابقه کلن چه جوریه. برام مهم نیست که حالا اول باشم یا آخر باشم. اوکی، میکاپش هم خودش انجام میده و فوق العاده هم زیباست. موفق باشی. قربونتم، مرسی عزیزم. شما مرسی. مرسی. با شهین هستم، یکی دیگه از کاندیداهای شرکت در مسابقه ملکه زیبایی ایران. سلام شهین. سلام، خوبی؟ خوب هستی؟ مرسی. خیلی متشکرم. حال شما چطوره؟ مرسی، خوبیم. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. بعد امروز واقعا برام خیلی هم عکاسی هم چیزای دیگه خیلی جالب بود و خیلی هپی هستم از این جریان. خب طبق همه مسابقه که من کردم طبق روال باید از خود صحبت بکنیم. من شهین هستم، 31 سالمه، تبریز به دنیا اومدم، یعنی ترک هستم. بعد 4 سال اومدم تورنتو، ولی آیدی که اصلا دوست نداشتم راستشو بخواین. حالا مردم ایران، خب من خودم ایران خیلی دوست دارم، من دوست نداشتم بیام تورنتو. ولی خب به خاطر اینکه خواهرم اینا خیلی میگفتن بیا، خب به خاطر اینکه اپلای کردیم برات اینا، خب من پاشتم اومدم. چون من تو ایران سالن داشتم، سالن خودم بود، 5 سال سالن آرایشگاه داشتم. بعد کارم آرایشگریه، کارمو خیلی دوست دارم. 16 سالگی آرایشگری رو یعنی شروع کردم، خیلی خوشحالم از این کار، تنها کاری که باش خیلی هپی هستم. بعد پاشتم اومدم اینجا به خاطر اینکه خواهرم دیگه اپلای کرده بودم برای من، ولی کن راستشو بخواین زیاد هپی نبودم. تا اینکه خب خیلی دوست داشتم که یه سری چیزای جدید تو زندگیم باشه. بعد پرژن بیوتی رو خب یعنی تبلیغش رو دیده بودم، بعد خیلی برام جالب بود که شرکت کنم، ببینم واقعا کسایی که تو اینجور مسابقات اینجور چیزا شرکت میکنن چجوریه. سوال دیگه نمیشه. خب الان چه احساسی داری از اینکه شرکت کردی توی مسابقه؟ احساسمو خب خیلی احساس خوبیه، چون واقعا هم آدمای جدیدی میشناسی، آشنا میشی، تو محیطای بیشتری میری. بعد به اضافه اینکه دوستای خیلی زیادی پیدا میکنی، به اضافه اینکه خب فانش هم داره. فانش هم داره، درسته. اگر ملک زیبایی بشی چی کار میکنی؟ من اگر ملکه زیبایی بشم، من تا بال در این مورد فکر نکردم، چون راستشو بخواین وقتی میخواستم توی مسابقه شرکت کنم فقط بخاطر اینکه میدونستم برام خیلی جالب بود که توی این مسابقه چی کار میکنن. مثلا بریم دوره هم جمع شیم، دوره هم باشیم، پیتزا میخوریم، مثلا عکس میگیرم. درسته درسته، اینجا رو خوب داشت. بعد مثلا دوره هم باشه اینا. ولی خب اگه واقعا ملکه زیبایی بخوام بشم، خب ملکه زیبایی فقط این نیست که ظاهرا زیبا باشی. درسته همه دختر ایرانی واقعا همشون خیلی خوشگلن، ولی ملکه زیبایی اینه که واقعا از درونم خوشگل باشی، خوب باشی، یا واقعا کسی باشه که مردم از درون بخوان دوستت داشته باشن. این خیلی مهمه، یکی واقعا خودش خوب باشه و زیبا باشه، ظاهرش هم درونش هم بر همه خوبه. ببین خوب باشه یعنی چی؟ خیلی کلی داری میگی، یه ذره جزئیات رو بگی.
درونش خوب باشه یعنی چیش دقیقاً خوب باشه؟ خب خیلی مهمه که یکی واقعاً انسان چطوری من ذاتش واقعاً انسان خوبی باشه. یکی هست که خب سعی میکنه واقعاً خوبی اطرافیانش هم میخواد، ببخشید به همه کمک میکنه، مثلا با همه واقعا راسته، ولی کم هست که واقعا اینجور چیزا رو نداره. خب خیلی مشخص میکنه اینا، ولی ظاهر خوب، خب یه ظاهره، بعضی اصلا واقعا ظاهر خوب دارن ولی اصلا اخلاق ندارن، برخورد ندارن، با مردم چجوری رابطه برقرار کنن، برخورد داشته باشن. حتی یکی ولی میبینیم واقعا قیافه خیلی زشته، همین که واقعا خوبه و بعد همیشه لبخند رو لباشه خیلی مهمه، خیلی به نظر من قشنگه. ببین به عنوان یه هنرمند چون تو کار هیر استایل هستی و اینها، اصلا تعریفت از زیبایی چیه؟ چی زیباست؟ هر چیزی که به نظر من با هر دیدی نگاه کنی برات زیباست، مونده که تو خودت دیدتو چجوری بهتون بگم. مثلا من الان یه دیوار رو میبینم، خب مونده که اون دیوار رو چجوری بخوام ببینم. اگه واقعا اون دیوار رو بخوام با دید خوب بخوام ببینم، همون دیوار خالی که هیچی هم روش نداره بر آدم خوبه، ولی همه این چیزهایی که تو این دنیا هستن زیباست به نظر من. همش درسته، همش آرایش و نمیدونم اینایی که مثلا خب دیزاین میکنن چیزای دیگه، اینا خب بعداً اضافه میشه رو زیبایی، ولی خب زیبایی چیزی که خب مونده که چجوری نگاه کنی به همه چی. اینم همه ندارم یعنی. خب کمی بیشتر از خودت بگو، از سلایقت، از تفریحاتی که میکنی تو اوقات فراغت. من راستشو بخواین خیلی دختره بگو بخندی هستم، بعد همیشه یعنی اینکه خیلی مسافرت دوست دارم، همیشه یعنی همیشه حالا احساسم میکنم، همیشه میگم میخندم، در کل اینجوری هستم. یعنی دور هم با دوستام باشم خیلی اهل بگو بخند و تفریح، و بعد سر کارم همیشه همینجوری بودم. یعنی مشتریایی که برام میان یا با هم دیگه هستیم، یعنی واقعا مثل دوستم هم برام، اصلا هیچ فرق با کسای دیگه برام ندارن. بعد اهل ورزش هستم من. آره هفته 4 روزو جیم میرم، حتما میرم. خب یعنی تو ایرانم جیم میرفتم، ولی دیگه اینجا خب وقت نمیشه، نمیتونم هر روز بخوام برم، ولی هفته 4 روز حتما جیم میرم. کارایی که ورکات میکنم، بعد 2 ساعتم حتما ورکات میکنم، ولی هیچ موقع ترجیح نمیدم آخرای هفته برم جیم، چون واقعا روز خسته کننده میشه و نمیشه این تکون خورد از جا. اهل مطالعه هستی؟ من راستشو بخوایم بگم نه. زیاد اهل موسیقی خیلی دوست دارم، بعد کنسرت های شخص های مختلف که اومده بودن اینجا رو رفتم، خیلی خوب بود، برام جالب بود. خب تو ایران میدونین که اینجور چیزها رو نداشتیم، خب الان خیلی بیشتر شده، ولیکن خب اینا یه چیزایی هست که واقعا خیلی خب اینجا بیشتر آزادی ها بیشتره، ولی من همیشه میگم من ایران رو خیلی دوست دارم. ایران یه چیز جداست، یعنی خیلی فرق میکنه. کسایی که میگن واقعا ایران نه اینجور چیزا رو نداره، ایران بعد این فانا رو نداره، نه ایران واقعا به نظرم بهترین جاه، ولی خب اینجا هم یه سری خوبیای خودشو داره که همه خب دیگه حالا اینجا زندگی میکنیم. ببین ملکه زیبایی و این عنوان خیلی بار مسئولیت سنگینی رو برای اون دختر خانم و خانومی میاره که این عنوان رو به دوش میکشه. چرا کردی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ یعنی چی کار میتونی بکنی برای اینکه این دید منفی که نسبت به ایران وجود داره رو از بین ببری؟ در مورد به عنوان ملکه زیبایی ایران تو نماینده یک کشور خواهی بود، چی کار میخوای بکنی برای اینکه این دید رو اصلاح بکنی توی جامعه کانادایی؟ خب اینا همش با یه سری چجوری بهتون بگم، با یه سری صحبت ها، یه سری چیزایی که هستن با مردم میتونی حرف بزنی، یه سری چیزای خوب ایران، چون واقعا اون چیزی که میگم در مورد ایران فکر میکنن اصلا چنین چیزی نیستش. ولی به نظر من کسایی که واقعا مشکل داشته باشن تو ایران، خب اینا رو دارن، خب اینا رو نمیشه کاریش کرد. ولی من شخصا بخوام خب ملکه زیبایی باشم و چنین چیزی رو داشته باشم که بخوام به مردم کمک کنم، سعی میکنم همیشه خب همه جا جای بد داره، چیز بد داره، چه کانادا باشه چه جای دیگه باشه، سعی میکنم چیزای خوبش هم بیارم به ذهن مردم که بدونن که نه، اون کشوری که به دنیا اومدن، اون کشوری که داشتن همیشه برای آدم خیلی خوب بوده. نباید سعی کنن که تو ذهن کسای دیگه هم اینو بد بیارن. یعنی همین جان
زیبایی چه تأثیری میتونه داشته باشه توی ارتباط برقرار کردن با دیگران؟ خب یه چیزی بهتون بگم، اولین چیزی که دیدی که مردم از یه نفر دارن خب به طب قیافشه، خب خیلی تأثیر داره و بعداً خب حرف میزنه، مشخص میکنه که مثلا اخلاقش چجوریه چی. ولیکن زیبایی خب خیلی تأثیر داره، خب شخص زیبا رو شما میبینی خب به طب توجه میکنی. خب بخاطر اینه که خب کسایی هم که توی این مسابقات شرکت میکنن خب به نظر من ظاهری و هیکلی خب زیبایی خیلی تأثیر داره. فاکتور جذابیت در آقایون چقدر تاثیرگذار هست برای اینکه مورد انتخاب یک خانم قرار بگیرن؟ چی؟ متوجه. یعنی یه آقای جذاب مثلا جذابیت ظاهری یک مرد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه مورد قبول یک خانم قرار بگیره؟ خب من شخصا نظر خودم بدونم فاکتور جذابیت یک آقا برای من خب خیلی فرق میکنه. خب همه آدم ها خیلی فرق دارن، میدونی؟ احتمال داره من اون کسی که پسند میکنم برای خودم مثلا یکی ببینه اصلا بگه مثلا این چیه تو پسند کردی، میدونی؟ ولی در کل من اصلا به ظاهر طرف مقابلم توجه، درست ظاهرم خیلی مهمه که بخوای مثلا باش، ولی خب در کل اخلاق خیلی مهمه. ولی ظاهر یه چیزی که بعدا برات عادی میشه، چه خانومش باشه چه آقاش باشه، بعدم برات عادی میشه. یعنی اینکه واقعا یه چیزی که کلا دیگه به حالت نرمال میشه. تنها چیزی که احتمال داره که بعدم بخوای باش باشه یه برخوردهای اخلاقی هست که اینا خب دیگه جدا. اتفاقا دقیقاً یه سوالی من در همین زمینه داشتم که آیا زیبایی عادی میشه؟ زیبایی به مرور زمان میدونین خب قیافه است، خب هر چی. نه مفهوم زیبایی من از صرفا قیافه. زیبایی به نظر من آره رفته رفته عادی میشه به نظر من. چیکار کنیم که عادی نشه؟ چیکار؟ خب خانم‌ها که خیلی بهتر بلدن، آقایون که خب نمیتونن برای خودشون حالا فیسشون رو مثلا الان که خب میدونی خیلی از بوتاکس و چیزای دیگه اومده وسط، ولیکن آقایون یه ذره سخت این جریاناتشون، میدونی این که حالا فقط میتونن با موهاشون بیشتر چیز کنن و یه ذره مثلا به زیبایی پوستشون برسن. ولیکن کسی که واقعا روحن زیبا باشه و همیشه به نظر یکی که واقعا دوستش داره زیبا باشه همیشه براش زیباه به نظر من، برای اون عادی نمیشه. خب یکی رو واقعا دوست داشته باشی از ته دل براش خیلی خوبه، یعنی واقعا اون شخص حتی بدترین قیافه هم داشته باشه بعد زیباترین شخصه. خودت رو موفق میدونی تو جامعه کانادا؟ من راستش رو بخواید من دختری هستم که اینجا تنها زندگی میکنم، خواهرم اینا هستن اینجا. خب همیشه سعی کردم رو پای خودم وایسم، بعد همیشه خواستم خودم کار کنم رو پای خودم وایسم، ولی خب الان من خیلی مدت کمیه که اینجا هستم، ولی خب از زندگی که دارم خیلی راضی هستم و خیلی خوبه برای خودم. چون واقعا تو ایران من پیش خانواده‌ام زندگی میکردم، زندگی که تنها بخوام زندگی کنم رو نداشتم، ولی اینجا یه تجربه خیلی خوبه برای من، چون واقعا یه حالتیه که هم الان روپای خودم هستم و همه چیزو خودم دارم، برام خیلی خوبه. ولی تو ایران میدونین که چنین شرایطی نیست که یه دختر بخواد، پسرا میتونن تنها زندگی ولی یه دختر نمیتونن. این استقلال شخصیتی چقدر توی روحیات تاثیر گذاشته؟ من بیشتر ترجیح میدم با خانواده باشم راستشو بخواین، چون نمیدونم من بیشتر خانواده‌ام بیشتر ترجیح میدم. ولیکن دیگه حالا خب اینجا یه شرایطی پیش میاد که مجبور میشه خب یه ذره استقلال شخصی داشته باشی مثلا، ولی خب استقلال شخصی هم بعضی وقتا از یه سری جهات خیلی خوبه، به خاطر اینکه واقعا خودت میدونی چجوری با مشکلات زندگیت برخورد کنی، چیکار باید بکنی، راه رسم زندگی رو یاد میگیری. ولی که استقلال شخصی نداشته باشی خیلی سختی‌ها برات پیش میاد، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیتونی رو پای خودت وایسی، همیشه یه سری پایبندی‌ها و یه سری وابستگی‌ها به خانواده رو داری. الان که به این نقطه رسیدی چه احساسی داری خودت؟ من الان هپی هم، خیلی خوبم. یعنی این تغییره، این تغییر آره تو همه ابعاد زندگی تاثیرگذار باشه. به نظر من تغییر خوبیه، حتی بعضی از خانواده‌ها به نظر من بتونن که بچه‌هاشون رو چجوری بهتون بگم یه ذره بزن مستقل‌تر باشن، بخاطر اینکه واقعا اون فرزندشون مثلا اونا میفهمن که چجوری بخوان و چیکار باید بکنن، قدر خیلی چیزها رو بیشتر میدونن، واقعا اون چیزهایی که به دست میارن چجوری باید نگهداری کنن، اینا خیلی مهمه به نظر من.
مرسی. خواهش میکنم. مرسی. ممنون. مرسی از اینکه توی این مسابقه ما شرکت کردی. مرسی. و امیدوارم در همه مرحله زندگیت موفق باشی. ممنون. مرسی. طبق روال این مسابقه تو یک دقیقه فرصت داری تا با دوربین برنامه ما خطاب به مردم که داورای اصلی این مسابقه هستن صحبت بکنی. میتونی به زبان آذری صحبت بکنی، به زبان فارسی یا هر چیزی. نه، هم من زبان فارسی صحبت میکنم. من شاهین جودی هستم. واقعا خیلی قصدم از این مسابقه این بوده که واقعا بتونم خب توی جامعه ایرانی بتونم بیشتر خودم رو نشون بدم. درسته هم میگم فام بوده، ولی خب بیشتر خودم نشون بدم. بعد قصدم از این مسابقه اینه که واقعا بتونم اگه واقعا به عنوان ملکه زیبایی انتخاب بشم، بتونم که یه کمکی واقعا یه کمکی به مردم داشته باشم، یه جوری بخواد بشه که بتونم واقعا به دخترای ایرانی، به مردم ایرانی واقعا یه سری چیزا رو در موردشون کمک کنم، بتونم واقعا خودم بهشون نشون بدم. امیدوارم که واقعا اگه دوست داشته باشید به من رأی بدید. مرسی از اینکه با من. مرسی. ممنون. مرسی. خدا.